در مدتی که این ویدیو رو تماشا می‌کنین در سراسر جهان 8 میلیون فنجان قهوه نوشیده شده. مصرف قهوه حدود 1500 سال سابقه داره و بعضی معتقدن که تأثیر اون آنچنان زیاد بوده که به ظهور عصر روشنگری کمک کرده. عصری که بعضی از مهمترین تفکرات زاده شده و زیربنای جهان ما رو به شکلی که می‌شناسیم تغییر داده. کافئین ماده اصلی فعال قهوه و یکی از پرمصرف‌ترین داروهای روانگردان در جهانه. اما قهوه از کجا میاد و نوشیدن آن با ما چه میکنه؟ قهوه از میوه گیاه کافی یا عربیکا گرفته میشه که منشأ اون کشور اتیوپی بوده. بر اساس یه افسانه رایج در قرن 9 میلادی یه چوپان به نام کالدی متوجه میشه که بوزاش بعد خوردن میوه قهوه بانشادتر میشن. بنابراین او هم کمی اون رو میخوره. اما سوابق تاریخی حاکی از آن است که صوفیان یمنی دانه قهوه رو برشته میکردن و یه نوشیدنی به سبک امروز درست میکردن. در قرن 15 اولین قهوه خانه ها در امپراتوری عثمانی ظاهر شدن و در قرنهای بعد به اروپا گسترش یافتن. در اروپا قهوه خانه ها به محلی برای بحث در مورد تجارت، سیاست و افکار جدید تبدیل شدن. یه پژوهشگر دانشگاهی به نام یورگن هابرماس حتی معتقده که بدون وجود قهوه عصر روشنگری هم هرگز شکل نمی گرفت. فیلسوفانی مانند کانت و ولتر که گفته میشه روزی 72 فنجان قهوه می نوشیده، تفسیر کلیسای کاتولیک از جهان رو زیر سوال بردن. به جای آن به علم نگاه کردن، زیرا معتقد بودن برای همه چیز در جهان میشه توضیح عقلانی یافت. ظهور به اصطلاح عصر روشنگری جهان رو دستخوش تغییر اساسی کرد. این عصر به سرنگونی سلاطین، رشد دموکراسی و اکتشافات علمی متعددی منجر شد. اما قهوه به تجارت برده هم دامن زد. فرانسوی ها بردگان آفریقایی را در مزارع قهوه در هایتی به کار گرفتند و در اوایل دهه 1800 برزیل با بهره کشی از بردگان آفریقایی 1/3 قهوه جهان را تولید می کرد. آیا قهوه باعث ظهور سرمایه‌داری هم شد؟ شرکت ها دادن قهوه رایگان به کارگران خود را شروع کردند و در نهایت وقت استراحت برای نوشیدن قهوه پدید آمد. این یه حرکت نودوستانه نبود. هدف اونا بهره‌وری بیشتر از کارگران بود. حالا به سرعت به زمان حال بیایم که در آن 2 میلیارد فنجان قهوه در روز مصرف میشه. ارزش صنعت قهوه 90 میلیارد دلار در ساله و مهمتر از اون، برای میلیاردها نفر قهوه بخش اساسی از زندگی اجتماعی اوناست. اما نحوه تأثیر قهوه بر بدن انسان چگونه است؟ بعد از ورود کافئین به دستگاه گوارش، این ماده از طریق روده جذب جریان خون میشه. اما تأثیر قهوه زمانی شروع میشه که کافئین به سیستم اعصاب میرسه. این تأثیر از اونجاست که کافئین داره ساختار شیمیایی بسیار شبیهی است به مادهی که بدن ما تولید میکنه، یعنی آدنوزین. کافئین به گیرنده‌های آدنوزین بدن متصل میشه که این گیرنده‌ها در سطوح سلول‌های عصبی یافت میشن. این مثل یک کلیده که یک قفل رو باز میکنه. میدونیم که آدنوزین سیستم اعصاب سمپاتیک رو آروم میکنه و در نتیجه باعث کاهش ضربان قلب و ایجاد حالت خواب‌آلودگی و رخوت میشه. کافئین با مسدود کردن این گیرنده‌ها اثر معکوس رو ایجاد میکنه. مثلا ممکنه فشار خون شما کمی افزایش پیدا کنه، به خصوص اگه به نوشیدن قهوه عادت نداشته باشین. در مورد فعالیت مغزم همینطوره. کافئین محرک مغز گرسنگی رو کاهش میده و کمک میکنه تا هوشیارتر شین و در نتیجه بتونین برای مدت طولانی تری تمرکز کنین. کافئین میتونه تاثیر مثبتی بر خلق شما هم داشته باشه، احساس خستگی رو مهار کنه و فعالیت فیزیکی رو بهبود ببخشه. بسیاری از ورزشکاران از اون به عنوان مکمل نیرو بخش استفاده میکنن. اثرات کافئین میتونه بین 15 دقیقه تا 2 ساعت دوام داشته باشه. بدن بین 5 تا 10 ساعت بعد از مصرف کافئین اون رو دفع میکنه، اما تاثیرات اون میتونه مدت طولانی تری باقی بمونه. متخصصان توصیه میکنن اگه میخواین کافئین بهتر بر بدن شما تاثیر بذاره، از مصرف اون در بعد از ظهر پرهیز کنید تا قهوه صبح روز بعد تاثیر بیشتری داشته باشه.
در نوشیدن قهوه هم باید مراقبت به خرج داد. برای بزرگسالان سالم حد اکثر کافئین توصیه شده در روز 400 میلی گرم، یعنی حدود 4 یا 5 فنجون قهوه است. مصرف بیش از این میزان میتونه باعث عوارضی مانند بیخوابی، حالت عصبی، استراب، تپش قلب، ناراحتی معده، حالت تهوع و سردرد بشه. عوارض مسمومیت کافئین مثل تشنج بعد مصرف سریع حدود 1200 میلی گرم کافئین، یعنی حدود 12 فنجان قهوه، قابل مشاهده است. البته این محدودیت‌ها برای افراد مختلف تفاوت داره و برخی افراد میتونن از لحاظ ژنتیکی حساسیت بیشتری داشته باشن، اما قهوه در حد اعتدال میتونه برای سلامت مفید باشه. به عنوان مثال، نوشیدن قهوه کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی عروقی، برخی از سرطان‌ها و بیماری پارکینسون را همراه داره. و این آثار مفید فقط ناشی از کافئین نیست. قهوه دارای مواد مفید دیگه‌ای مثل اسید کلورژنیک که یه آنتی اکسیدان قویه و میتونه خطر ابتلا از بسیاری از بیماری‌ها رو کاهش بده. پس دفعه بعد که یه فنجون قهوه نوشیدین، راجبش خیلی چیزا میدونید.